سرپرست وزارت صحت‌عامه افغانستان برای بررسی عرضه خدمات صحی به بیماران ویروس کرونا به هرات آمد و از دو بیمارستان کووید 19 دیدن کرد. احمد جواد عثمانی میگوید بررسی ها نشان میدهد که تا دو ماه دیگر شیوع ویروس کرونا در کشور ادامه خواهد داشت. تعداد بسیار زیاد افراد هستند که در سطح هر خانواده شما همه شاهد هستین که مصاب به ویروس کرونا شدن و خوشبختانه اکثریت مطلق شفایاب شدن و او ترس و وحشتی که در ابتدا وجود داشتن امروز وجود نداره. سرپرست وزارت صحت‌عامه میگوید 80% از کسانی که به ویروس کرونا تاکنون مبتلا شدند دوباره بهبود پیدا کردند. آقای عثمانی ضمن نگرانی از وضعیت کنونی، خانه همکاری مردم برای مبارزه جدی با ویروس کرونا شد. که ما نزدیک به قله یا حوج ویروس کرونا هستیم و امکان داره که در ظرف یک یا دو ماه بعدی به این حالت باشیم و دوباره سیر نزولی را به خود بگیرم. وزیر صحت‌عامه میگوید اکثر کسانی که پس از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند، بیماری جانبی داشتند و یا هم دچار استرس ناشی از ویروس کرونا شدند. این مقام صحیح میگوید تطبیق پلازمای خون بیماران بهبود یافته تحت نظر دکتران در تمام افغانستان اجرا می شود. در سوی دیگر معاون والی هرات میگوید بیمارستان تازه تأسیس کووید 19 دکتر واحد رازی به زودی پس از مجهز شدن افتتاح خواهد شد. اولین مرحله که ما در ولایت هرات اقدام کردیم، کمیته های 12 گانه را ساختیم برای مبارزه با ویروس کرونا و در عین حال یک مرکز توحید مبارزه با کرونا را ساختیم. در عین حال کارشناسان صحی هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین گونه به پیش برود، به زودی افغانستان با فاجعه انسانی مرگ و میر ناشی از کرونا روبرو خواهد شد. در سوی دیگر فعالان مدنی از حیف و میل شدن میلیون ها افغانی تحت نام مبارزه با ویروس کرونا در ولایات از جمله هرات نگران هستند.